مهسا از کابل. اگر در نماز بعد از حمد به جای سوره اخلاص سوره دیگری را بخوانیم ولی در هنگام خواندن ادامه سوره را فراموش کنیم، بعد دوباره می توانیم سوره اخلاص را بخوانیم؟ کسی اگر غیر از سوره توحید یا سوره اخلاص را در نماز شروع کنه تا نصف اگر نرسیده می توانه در حال اختیار دوباره سوره را رها کنه و سوره توحید و سوره اخلاص را بخوانه. اما اگر به نصف سوره برسه در این صورت در حال اختیار نمی توانه که اون سوره را تبدیل کنه و سوره اخلاص را شروع بکنه. اما اگر انسان او سوره را که شروع کرده در ادامه فراموش بکنه، یک مقدارشان رو میخونه، ادامهشان را از یادش میره، فراموش میکنه، هرچی فکر میکنه با یادش نمیایه، در این صورت حتی اگر به وسطشان هم رسیده باشه، به نصفشان هم رسیده باشه، باز هم میتوانه که او سوره را رها کنه و سوره توحید را به جایشان بخونه. حالا شما که میگید ما در ادامه سوره را فراموش کردم، یعنی یادم رفت نتوانستم که بخوانم، هیچ اشکال نداشته و شما که او را رها کردید و سوره توحید و اخلاص را خواندید، نماز شما صحیح هست، اشکال نداره. خانم سمیه از کابل، اگر کسی نمازش را روبروی آینه بخواند اشکال دارد یا خیر؟ در جواب شما عرض کنم که نماز خواندن رو بر روی آینه که انسان عکس خود و تصویر خود را در آینه میبینه، نهایتاً به فتوای بعضی فقها کراهت داره و میشه که انسانی کراهت را بر بداره، یعنی روی آینه یک پرده یک تکه بیاندازه که تصویر خودش را نبینه. اگر این کار را انجام بده کراهت هم برداشته میشه و نمازش صحیح و خالی از نقص و عیب است. خانم بنین از شهرک حاج نبی، من برای کار به خانه های مردم می روم ولی نسبت به پاکی لباس های خود شک می کنم. در این صورت با آن لباس ها نماز می خوانم. آیا نماز های من صحیح است یا خیر؟ سوال دوم، وقتی از کار می آیم از خستگی نماز خود را نشسته می خوانم، آیا نماز من قبول می شود؟ اگر شما یقین به نجاست لباستان ندارید، شک اگر بکنید که آیا لباس من نجس شد یا نجس نشد در هنگام کار کردن، در این صورت به این شک خود اعتنا نکنید، با نمو لباستان میتوانید نماز بخوانید. اما در قسمت سوال دوم شما، اگر یک وقتی این خستگی به اندازه هست که دیگر ایش توانی استاد شدن ندارید که تا استاده نماز بخوانید، بله در این صورت میتوانید شما نشسته نماز بخوانید. اما اگر نه صرف خسته هستید، میتونید استاده نماز بخوانید ولی خستگی بر شما آری شده، یک مقداری بر شما سخت است، نه در این صورت شما نمیتوانید نماز خود رو نشسته بخوانید، باید نمازتان را استاده بخوانید. خانم زهرا از برچی، مادر کلانم یک سال است فوت کرده است. از او 4 پسر مانده. روزه و نماز قضایی هم دارد. نمیدانم تکلیف نماز و روزه او چی می شود. قضای نماز و روزه پدر بر پسر بزرگتر واجبه، البته با شرایطی که وجود دارد. اما در مورد قضای نماز و روزه مادر بر پسر بزرگتر اختلاف بین فقها. تعداد از فقها ها میگن بنابر احتیاط واجب قضای نماز روزه مادر و قضای نماز پدر، قضای نماز مادر بر پسر بزرگتر واجبه. اما فتوای حضرت آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله اینه که قضای نماز و قضای روزه مادر بر پسر بزرگتر واجب نیست، اگرچه احتیاط مستحب هست. حالا پسر بزرگتر ایشان اگر می تواند قضایی نمازها و روزه های مادر را پرداخت بکنه کار خوبه، و اگر پرداخت نمی تواند کدام تکلیفی به گردن ایشان نیست. طاهر محمدی از لعل، من از کس تقلید ندارم، آیا نماز روزه من بدون تقلید درست است یا خیر؟ انسان در فروع فقه در واجبات و اعمال عبادی خود یا خودش باید مجتهد باشه که تکالیف خود
واجبات خود، عبادات خود بر اساس اجتهاد خود انجام بدهد، یا اینی که باید مقلد باشه، از یک مرجع تقلید بکنه و بر اساس فتاوی مرجع تقلیدشان واجبات و عباداتشان را انجام بدهد، یا اینی که احتیاط بکنه، یعنی مطابق احتیاط تکالیفشان را انجام بدهد. به این سه صورت اگر تکالیف خود انجام بده، وظایف خود انجام بده، درسته. اما اگر کسی تقلید نکنه و مجتهد هم که نیست، احتیاط هم نکنه، در این صورت اگر عملشان مطابق با واقع هست یا عملش مطابق با فتوای مرجع تقلید است که بالفعل وظیفهشان یه هست که باید از او تقلید بکنه، هرچند که از او تقلید نکرده، ولی وظیفهشان یه هست که باید از او تقلید بکنه، خب در این صورت اگر عملش مطابق با فتوای ای هم هست، باز هم عبادات رو که انجام داده، نماز رو که خوانده، روزه رو که گرفته، صحیح هست. اما اگر عملی این شخصی که تقلید نکرده مطابق با واقع نیست و مطابق با فتوای مرجع تقلیدی که بالفعل وظیفهشان تقلید نمودن از او هست، هم مطابق با او نیست، در این صورت اگر یه آقا در ارکان نماز خود خلل وارد کرده و ارکان نمازشان، ارکان عباداتشان مواجه با مشکله، این دیگه عملشان باطل هست، دیگه نمازهایی رو که خوانده صحیح نیست، مثل یه است که اصلا آقا نماز نخوانده، باید از سر و نمازها رو بخوانه. اما اگر اشکالی که در نماز و عباداتشان وارده، یه اشکال نسبت به اجزای غیر رکنیه هست، در این صورت اگر یه آقا جاهل قاصر باشه، دیادگیری احکام خود قاصر بوده، مثل اینی که دسترسی به این نداشته که از کسی مسائل خود سوال بکنه و واجبات خود را باید یاد بگیره، تکالیف خود یاد بگیره، خلاصه دسترسی به یادگیری مسائل نداشته، در این صورت باز هم اگر کس رو اشکالی که در اجزای غیر رکنی نمازشان هست، این ضرر وارد نمیکنه، سبب بطلان نمازش نمیشه. اما اگر یه آقا جاهل مقصر بوده، یعنی خودش کوتاهی کرده، یعنی میتوانست که بار مسائل خود یاد بگیره، اما تنبلی کرده، رفته مسائل نماز خود، مسائل روزه خود یاد نگرفته و یه سبب شده که نمازشان را ناقص انجام داده، بعضی اجزا و شرایط غیر رکنی نماز خود را درست انجام نداده، از پیشان اشتباه شده، در صورتی که این جهلشان جهل تقصیری بوده، در این صورت نماز را که خوانده، نمازشان باطل هست.